گیلاسیا سلام، امروز میخوام خلاصه فیلم به اسم گرین اینفرنو یا دوزخ سبز محصول سال 2013 رو ببینیم که با استاندار فیلمای کانالمون و صحنه‌های حال به همزنشون کاملا همخونی داره. پس حواستون به اسپویل کامل فیلم و سکانس آزاردهندش باشه تا آخرش به این فوش نری. فیلم با نمایش کالج شروع میشه که یه سری فعال اجتماعی به اسم ACT با رهبری فردی به نام الخاندرو و دوست دخترش کارا دارن تظاهرات میکنن. دلیل این تظاهرات دفاع از حقوق استرایدارهای کالج و شرایط بد بیمه شونه. یکی از بچهای ترم اولی به اسم جاستین همین گروه رو میبینه و میفهمیم که علاقه خیلی زیاده به اینجور فعالیت‌های گروهی داره. جاستین به همراه دوستش کیسی به محوطه کالج میاد تا به سمت کلاسشون راه بیفتن و دوباره با دیدن الخاندرو خیلی خودش رو مشتاق عضویت توی این گروه نشون میده. میریم به کلاس جاستین، جایی که معلم داره در مورد یکی از بزرگترین جنایات بشر یعنی ختنه کردن خانم‌ها صحبت میکنه. معلم میگه این جنایت هنوزم توی خیلی از قبیله‌ها و کشورهای مختلف وجود داره و جاستین خیلی از این قضیه عصبی میشه. حتی معلم میگه که پدر من وکیل سازمان ملل و شاید بتونه کاری برای جلوگیری ازش بکنه، اما معلم میگه این جنایت به قدری زیاده که حتی همه اعضای سازمان ملل هم با هم نمیتونن جلوشو بگیرن. بالاخره کلاس تمام میشه و یکی از دانش آموزا برگه تبلیغی از گروه الخاندرو یعنی ACT میده تا جاستین هم عضو گروهشون شه. این دانش آموز که اسمش جوناه به جاستین میگه امشب جشن برای گروهمون گرفتیم و میتونی تو هم تو شرکت کنی. جاستین خیلی خوشحال میشه، اما دوستش کیسی مسخرهش میکنه و میگه این گروه ها خیلی چیزای مسخره ای ان. جاستین بعد از جدایی از کیسی به رستوران میره تا با پدرش نهار بخورن. اونجا قضیه جنایت FGM یا همون ختنه کردن خانوما رو توضیح میده و پدرش میگه ما هیچ کاری نمیتونیم راجع بهش بکنیم. میگه سازمان ملل هیچ وقت نمیتونه به قبیله یا کشوری به خاطر همچین چیزی حمله کنه یا اختیار بده. جاستین هم خیلی ناراحت میشه، اما کاری از دستش بر نمیاره. برای عوض کردن حال شب به مهمونی گروه ACT میره، جایی که الخاندرو میگه ما این ماموریت جدید داریم و باید به شهر پرو بریم تا جلوی سازمان بزرگ بیستیم. این سازمان در حال نابودی یه جنگل هستش که محل زندگی قبیله به اسم یاها هست و اگه به این کارشون ادامه بدن تمام اعضای این قبیله ممکنه کشته بشن. دلیل کار این سازمان هم نابود کردن جنگل و دسترسی به نفت و گازی هست که توی اون محدوده خیلی زیاده. جاستین به دقت حرفای الخاندرو رو گوشونه، اما وقتی ازشون پرسه که چجوری ما میخوایم جلوشون رو بگیریم وقتی فقط چند تا دانشجوییم، الخاندرو با عصبانیت اون رو از مهمونی بیرون میکنه و جاستین با ناراحتی به خوابگاهش برمیگرده. این قضیه خیلی رفتار مخش، اما از اونجایی که واقعا عاشق عضویت توی این گروه های اجتماعی، روز بعد پیش الخاندرو میره و ازش کلی معذرت خواهی میکنه. الخاندرو هم قبول میکنه که جاستین همراهشون باشه و براش توضیح میده که ما با استفاده از قدرت رسانه میتونیم جلوی این سازمان رو بگیریم، کافیه صدامون به گوش مردم برسه و این جنایتو به چشم ببینن. جاستین به جلسه نهایی گروه میره تا راجع به برنامه‌شون صحبت کنن. الخاندرو برای همه توضیح میده که این سازمان چجوری داره کارش جلو میبره و حتی یه گروه نظامی هم استخدام کرده تا کسی مزاحمشون نشه. همینطور الخاندرو با یه عالمه وبسایت و هکر هماهنگ کرده تا به محض رسیدنشون به شهر پرو اینترنت ماهواره‌ای در اختیارشون قرار بدن و بتونن این جنایتو به صورت آنلاین به نمایش بذارن. این وسط دوست دختر الخاندرو یعنی کارا هم به جاستین شک کرده و فکر میکنه اون به خاطر علاقش به دوست پسرش عضو این گروه شده. روز بعدی وقتی جاستین برای کیسی و پدرش توضیح میده که میخواد با این گروه به شهر پرو سفر کنه، اونا به شدت مخالفت میکنن، سعی میکنن جلوشو بگیرن، اما اون زیر باره هیچ حرفی نمیره و فکر میکنه با این کار خدمت بزرگی به دنیا قرار بکنه. بالاخره زمان سفر میرسه و بچهای گروه با هواپیما به این شهر میرن و وقتی میرسن مردی به اسم کارلوس که اسپانسر اصلی فعالیت این گروه رو میبینن. کارلوس به گرمی از همه استقبال میکنه و از حرفش با الخاندرو میفهمیم تو این شهر ساقی مواد مخدره. بچه‌ها همراه با کارلوس به رستوران میرن و بعد از صحبت کردن راجع به برنامه دقیقشون، کارلوس میگه حتما گوشیاتون رو کامل شارژ کنید تا بتونیم جریان آنلاین به نمایش بذاریم. همینطور میگه به هیچ وجه نباید از خشونت استفاده کنید، وگرنه افراد نظامی به راحتی میتونن بکشنمون. در آخر هم الخاندرو میگه اگه کسی ترسیده میتونه همین الان برگرده، وقتی همه به تصمیمشون پابند میمونن سوار قایق میشن و به سمت جنگل مورد نظر که بخشی از آمازون راه میافتن. با رسیدن به محدوده این ممنوع همه استرسشون زیاد شده، اما موفق میشن لباسشون رو به لباس کارکنای این سازمان عوض کنن و خیلی آروم و بدون سر و صدا خودشون رو وسط فعالیت های سازمان جا بدن. وقتی شرایط مهیا میشه اعضای گروه سری زنجیراشون رو در میارن و خودشون رو به درختایی که اعضای سازمان دارن قطع میکنن میبندن تا کسی نتونه از اونجا بیرون ببرتشون یا بهشون آسیبی برسونه. مشکل اینجاست قفل زنجیر جاستین کار نمیکنه و بقیه بدون توجه بهش گوشیاشون رو در میارن و با انفجار موادی که قبل تر کار گذاشته بودن شروع به گزارش آنلاین و استریم کردن شرایط میکنن. همه توی ویدیوی لایوشون میگن این سازمان باید قبیله یاها رو تنها بذاره. اینجاست گروه نظامی سری میاد سمتشون، اما به خاطر قفل زنجیر نمیتونن هیچ گروه
هم از اعضا رو از اونجا خارج کنن تا وقتی که به جاستین میرسن. اونا با وحشیگری جاستین رو میارن جلو و اسلحه روی سرش میزنن تا همه رو تهدید کنن. جاستین داره از ترس سکته میکنه، اما الخاندرو میگه همینطوری فیلم بگیرید و بذارید مردم ببینن چقدر این آدما وحشیان. الخاندرو به نظامیا میگه شما دارید دختر یکی از وکلای سازمان ملل رو میکشید و با این کار همه زندگیتون به باد میره. از طرف ویدیو بچه‌ها جهانی شده و همه جا دارن این صحنه رو میبینن که همین لحظه تلفن فرد نظامی زنگ میخوره. رئیس سازمان پشت خط و دستور میده همه تفنگاشونو بیارن پایین و عملیات رو لغو کنن. اینجا بالاخره بچهای گروه نفس راحت میکشن و حالا که فیلم مورد نظرشون با موفقیت به جهان نشون دادن، زنجیرشون رو باز میکنن و با اسکورت این گروه نظامی به فرودگاه میرن تا به شهر خودشون برگردن. کارلوس هم به رهبر گروه نظامی یه پولی میده و به عبارت جون خودش و بقیه گروه رو میخره و به راحتی سوار هواپیما میشن. همه خیلی خوشحالن غیر جاستین که فهمیده بسته نشدن قفل زنجیرش نقشه الخاندرو بوده تا همه این اتفاقات توی لایو نمایش داده بشه و اینطوری به هدف اصلیشون برسن. وسط پرواز یه دفعه موتور هواپیما با مشکل مواجه میشه و تو کمتر از چند دقیقه همه شرایط تغییر میکنه. هواپیما عجیب سقوط میکنه و غیر از چند تا از بچهای گروه، خلبان و اسپانسر اصلیشون یعنی کارلوس هم کشته میشن. بقیه بچه ها همه زخمی شدن و توی شوکن که یکیشون با وحشت از جاش بلند میشه تا دنبال کمک بره، اما پره هواپیما به سرش گیر میکنه و اونم میمیره. الخاندرو هم خیلی ترسیده اما سعی میکنه بقیه رو آروم کنه و بهشون میگه دنبال یه جی پی اس بگیری تا راهمون رو پیدا کنیم. و دوست دخترش کارا با دیدن یه نفر وسط جنگل سری به سمتش حرکت میکنه تا کمک بگیره. اینجاست که وحشت دوباره شروع میشه. بدون هیچ پیش زمینه‌ای یه نفر با تیرکمون به سمت کارا شلیک میکنه و اون به شکل فجیحی به قتل میرسه. هنوز هیچ کس نفهمیده جریان چیه که یه دفعه به همه بچه‌ها تیر بیهوشی شلیک میشه و اعضای قبیله یاها رو میبینیم که همشون رو به گروگان میگیرن. از گروه ای سی دی تنها 7 نفر باقی موندن که 3 تاشون رو از قبل میشناسیم: الخاندرو، جاستین، جونا، دنیل، اسکات، ایمی و سامانتا. اعضای قبیله یاها با وحشیگری این 7 نفر رو به محل زندگی خودشون میبرن که رهبر قبیله میاد جلو و فریاد میزنه که قوی‌ترها رو زندان کنید و از ضعیف‌ترشون کار رو شروع کنید. این قبیله وحشی برای زندانی آب میارن و جونا که خیلی تشنشه بدون هیچ فکری کاسه آبو سر میکشه و یه دفعه تمام بدنش فلج میشه و روی زمین میفته. وحشی‌ها هم جونا رو میبرن یه گوشه و به وحشیانه‌ترین شکل ممکن همه بدنش رو تیکه تیکه میکنن تا به عنوان غذا بپزن و بخورنش. آره، قبیله یاها آدم خورن. بقیه که زندانی‌ها با وحشی شرایطو نگاه میکنن و حالا فهمیدن هر لحظه ممکنه خودشون به غذای قبیله تبدیل بشن. شب میشه و تن و بدن همه زندانی‌ها داره میلرزه. الخاندرو شروع به حرف زدن میکنه و اعتراف میکنه همه جریان این سفر نجات قبیله الکی بوده. اونو کارلوس از یه شرکت بزرگ پول گرفتن تا این کارو انجام بدن تا جلوی سازمانی که میخواست از نفت جنگل استفاده کنه رو بگیرن و خودشون زودتر این کارو انجام بدن. الخاندرو میگه همین فردا احتمالاً شرکتی که به ما پول داده با نیروهای کمکی سر برسه و بتونن ما رو نجات بدن. با شنیدن این حرفا بین بچهای گروه دعوا راه میفته و در آخر از خستگی خوابشون میبره. صبح روز بعد جاستین با استفاده از فلوت کوچیکی که همراهش شروع به ساز زدن برای یکی از دخترای کوچولو میکنه که یکی از گنده‌های قبیله میاره سه تا دختر زندانی رو با خودش میبره. رهبر قبیله به شکل عجیب این سه تا دختر رو تست میکنه تا بفهمه کدومشون باکر است و تنها جاستینه که این شرایطی داره. سری جاستین بوش میشه و اون رو به قسمت دیگه میبرن و تا دختر دیگه به زندان برمیگردن. بچه‌ها یه برنامه فوری میریزن و بعد از پرت کردن حواس نگهبانا سامانتا رو فراری میدن تا برو براشون کمک بیاره. سامانتا سری شروع به دویدن میکنه که وسط راه دور از چشم بقیه زندانی‌ها اعضای قبیله موفق میشن بگیرنش و بدون هیچ تردیدی اونم تیکه تیکه میکنن و میندازنش توی تنور تا بخورنش. در حالی که بقیه دارن از ترس میلرزن، جاستین به زندان برگردونده میشه. این بار کلی علائم عجیبی رو تنش کشیدن و هیچی از اتفاقای این چند دقیقه رو به خاطر نداره. دنیل با دیدن جاستین متوجه میشه که میخوان اونو ختنه کنن و با این کار قطعا از خونریزی میمیره یا عفونت میکنه و اینو به الخاندرو میگه. اما الخاندرو که خیلی بیرحمه میگه شاید اینطوری چند روز بیشتر ما رو زنده نگه دارن و چیزی بهش نگو. اینجاست که بچهای قبیله سعی میرسن برای زندانیا غذا میارن. دختر دیگه زندانی یعنی ایمی غذاشو میخوره، اما وقتی تموم میشه متوجه میشه پوست تازه شده عشق سامانتا تا ته ظرفو، یعنی غذایی که الان خورده همون عشقش بوده. اینجاست که اول یه حمله عصبی بهش دست میده و یه دفعه با بریدن گلوی خودش به زندگیش پایان میده. دنیل و الخاندرو اول وحشت میکنن اما تصمیم میگیرن از این فرصت استفاده کنن و هرچی مواد مخدر از کارلوس باقی مونده بود و همراهشون رو به ته حرف جنازه ایمی فشار میدن. اینه که وقتی اعضای قبیله ایمی رو هم میبرن بیرون و میپزنش تا اونم بخورن، همشون مقدار زیادی ماریجوانا مصرف میکنن و کم کم از حال میرن. جاستین، الخاندرو، دنیل و اسکات تنها افراد باقی مونده هستن و از فرصت برای فرار استفاده میکنن، اما الخاندرو تصمیم میگیره بمونه بلکه شرکت همکارش به اونجا بیاره و نجاتش بده. این آدم عوضی نمیذاره رفیقش اسکات هم فرار کنه و اونو به زور سوراخ کردن پاش پایین میکشه و میندازه جلوی آدمخوارا تا بخورنش و اینطوری به خودش کاری نداشته باشن. دنیل و جاستین فرار میکنن اما وقتی به رودخونه میرسن جریان آب جاستین رو با خودش حرکت میده که با تلاش زیاد دنیل نجات پیدا میکنه. این دو نفر خودشون رو به محل سقوط هواپیما میرسونن که در کمال وحشت همه دوستاشون رو میبینن که به نیزه کشیده شدن. دنیل و جاستین دنبال جی پی اس میگردن که در آخر گوشی
شکارا رو پیدا میکنن و همون لحظه اعضای قبیله دوباره اونا رو اسیر میکنن. این بار وحشیگری بیشتر شده و دنیل رو به یه درخت میبندن. گولاخ قبیله شروع به شکنجه دنیل میکنه و بعد از شکوندن دست و پاهاش باعث مرگش میشه. جاستین هم به قسمت دیگه برده میشه و به بدنش پمادی میزنن تا مراسم ختنه کردن رو شروع کنن. این لحظه است که یکی از اعضای قبیله با سر و صدا سمت رهبر میاد و کله بریده شده یک پیمانکار تو دستش گرفته شده. اون به همه خبر میده که بهشون حمله شده و همگی دنبالش میدوئن. اینجا همون دختری که قبلتر جاستین با فلوت زدن دوستش شده بود میاره دست و پای اونو باز میکنه تا نجاتش بده. جاستین بی توجه به التماس الکساندرو تنهایی پا به فرار میذاره و دنبال دختر بچه میدوه که اتفاقی به همون محل جنگ بین آدمخوار و گروه نظامی میرسه. آدمخوارا کمین کردن تا به بقیه حمله کنن و جاستین با اینکه این همه توسط قبیله آزار داده شده بازم تصمیم میگیره بهشون کمک کنه. برای همین با استفاده از گوشی که قبلتر پیدا کرده بود به جلوی گروه نظامی میاره، تظاهر به لایو گرفتن میکنه. اون گروه نظامی رو تهدید میکنه و میگه عقب بکشید چون همه دنیا دارن شما رو میبینن و اونا هم از همین اتفاقی که قبلتر افتاده بود میترسن. برای همین سلاحشون رو پایین میارن و تسلیم میشن. جاستین میره سمت گروه نظامی و قبلش گوشی رو اتفاقی مثلا میندازه زمین که کسی نفهمه حرفش دروغ بوده و اینطوری گوشی شکسته. با اسکورت اعضای سازمان جاستین با آمریکا برمیگرده تو اولین فرصت به دیدار اعضای سازمان ملل میره. مونتا وقتی باهاش صحبت میکنن اون نمیگه که قبیله یه آدمخوار بودن و میگه کاملا صلح طلبن. دلیل مرگ دوستاش هم میگه سقوط هواپیما بوده تا نکنه بعدن این قبیله مورد حمله دولت ها قرار بگیره. اینطوری جاستین به یه قهرمان تو آمریکا تبدیل میشه و جالبه که توی یه سکانس یک تصویر ماهواره از قبیله میبینیم که حالا الکساندرو هم عضوی از اونا شده و اونم یه آدمخواره. فیلم این سریمون نکته اخلاقی نداره که مثل بقیه فیلم آخرش بگم، فقط حواستون باشه که اگه توی قبیله گیر افتادید براتون آب آوردن نخورید چون ممکنه فلجتون کنه. اینم در نظر داشته باشید که اگه براتون غذا آوردن هم میتونه رفیق فابریکتون باشه که سرخ شده و پختنش حالا اگه خوشمزه بود بخورید جوششون. خلاصه لایک سابسکرایب هم یادتون نره. روزتون هم گیلاسی.